سلام یوتیوب، موضوع ویدیو امروز از اونجایی به ذهنم رسید که تقریبا اواخر هفته پیش بود. داشتم توی یکی از این مرکز خریدای کامپیوتری قدم میزدم، دیدم یه بابایی که البته خانم بود لپتاپش آورده بود و میخواست که واسهش آنتی ویروس بریزن. مگه دیدن آنتی ویروس هم میریزن؟ یعنی فکر میکردم دیگه با وجود ویندوز 10 کسی دیگه از آنتی ویروس استفاده نکنه، ولی دیدم که همچنان این ناآگاهی وجود داره. گفتم در موردش اطلاع رسانی بکنم. احساسم اینه که کسی که روی ویندوز 10 بعد از گذشت این همه سال که از عمر ویندوز 10 گذشته و ویندوز 7 هم که در واقع دیگه کاملا دیسکانتینیو شده، کسی که دنبال اینن که حتما روی ویندوز 10 آنتی ویروس نصب کنن، دقیقا شبیه اونایی هن که هنوز زنگ میزنن به رادیو و آهنگ درخواست میکنن. تا آخرین ویدیو با من باشید، یه سری نکته هست که حتما باید بدونید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. تلاش میکنم به صورت هفتگی ویدیوهایی در مورد کامپیوتر، شبکه و انترتینمنت تولید بکنم و آپلود بکنم. ازتون درخواست میکنم اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود میکنم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. قصد دارم توی این ویدیو همه چیز رو به زبان ساده بگم. هیچ چیز پیچیده‌ای وجود نداره. حداقل انتظاری که از یک کاربر کامپیوتر میشه داشت اینه که روی سیستم عامل و پلتفرمی که داره کار میکنه تسلط کافی داشته باشه. اینکه ویندوز 10 رو مثال میزنم، خب دلیلش اینه که ویندوز 10 پرکاربردترین سیستم عامل توی کشور ماست. بنابراین سعی میکنم که بیشتر از پلتفرم ویندوز 10 بگم، ولی پشتش هیچ تعصبی نیست. یعنی من به هیچ عنوان روی هیچ سیستم عامل و پلتفرم خاصی هیچ تعصبی ندارم و در نهایت این آگاهی رو هم دارم که سیستم عامل های مختلف دارن از کورهای مشابه بهره میبرن. وقتی واردشون بشید و یه خورده روش تخصصی تر بخوایم بحث بکنیم، اینه که ویندوز مایکروسافت، مک او اس، لینوکس، حتی لینوکس های حرفه‌ای مثلا مثل سنت او اس، همشون تقریبا از یک کور مشابه دارن بهره میبرن. بنابراین فقط میشه گفتش اون یو آی و در واقع یوزر اینترفیسشون و یو ایکسشون با هم یکم متفاوت تره. حالا اینکه این دوتا چیان تو ویدیوهای بعدی حتما اینو بهتون توضیح میدم. ولی از بحث امروز اصلا دور نشیم. ویندوز روی نسخه 10، یعنی ویندوز 10 اومد خودش رو در واقع از نظر سکیوریتی به بهترین پرفورمنس ممکن رسوند. هم از فایروال قوی تر استفاده کرد و هم از در واقع ویندوز دیفندر قوی تر استفاده کرد. حالا ویندوز دیفندر دقیقاً چه کاری انجام میده؟ ویندوز دیفندر دقیقاً روی ویندوز شما کاری رو داره انجام میده که شما به خاطر در واقع به عنوان یک آنتی ویروس میرید بابتش پول میدید و لایسنس میخرید. لایسنس های یک یوزره و دو یوزره از برندهای مختلف که دوست ندارم اسمشون رو بیارم توی ایران وجود دارن که شما میرید میخرید و ازش استفاده میکنید. کار آنتی ویروس رو واسه شما انجام میدن و بعضن کار اینترنت شیلد رو واسه شما انجام میدن. یعنی در واقع یک سری فایروال ها و یک سری پروتکل ها دارن که اجازه در واقع جلوی ترافیکی که در واقع شما روی اینترنت دارید رو در واقع محدود میکنن. منیجبل هستن، یعنی قابل مدیریت هستن که یک سری ترافیک هایی که شما اجازه نمیدید توی اینترنت سند و ریسیو نشن. وقتی که پنل اون رو نگاه میکنید میبینید که خب یه آنتی ویروس دارید که این کار رو واسه تون انجام میده، حاضرید بابتش پول پرداخت کنید. حالا همین رو اگر به شما فری بدن شما بهش اطمینان نمیکنید. در صورتی که مایکروسافت در واقع دیفندر رو روی سیستم عامل داره مجانی، چون مجانی در واقع در اختیار کاربرها قرار میده، کاربرها خیلی شاید بهش اطمینان نکنن. در صورتی که کاملا سکیور هستش، کاملا ریسک استفاده از سیستم رو برای شما پایین میاره. توی این چند سالی که من از ویندوز 10 استفاده میکنم به جرئت میتونم بهتون بگم که
یکی از اولین کاربرهای ویندوز 10 بودم، همون شهری که در واقع ویندوز 10 نسخه تریلرش، در واقع نسخه پریویو ورژنش برای کاربرها ریلیز شدش دانلود کردم. مربوط میشه به یه چیزی حدود فکر میکنم 8 سال پیش، دقیقا یادم نیستش که چه سالی ریلیز شد، ولی این نسخه رو در واقع دریافت کردم و تا الان از دیفندر استفاده میکنم. تقریبا فکر میکنم بیشتر از 8 ساله که به هیچ عنوان از هیچ سیستمی، از هیچ آنتی ویروسی روی این نسخه استفاده نکردم و هیچ وقت احساس نکردم که توی ریسک هستم. همیشه سعی کردم دیفندر رو آپدیت نگه دارم، آپدیت هاش هم در واقع خیلی زود به زود میادش و هیچ وقت این مشکل رو نداشتم که حالا ویروس تهدیدم بکنه یا از طرف اینترنت در واقع سیستمم هک بشه. و همیشه حس این که در واقع با یه سیستم سکیور دارم کار میکنم رو داشتم. حالا میخوام این رو روی سیستم بهتون نشون بدم و ببینید چقدر شبیه همون آنتی ویروسی هستش که شما بابتش پول پرداخت میکنید و لایسنس دریافت میکنید. و میگم این کاملا یه چیز منتالیه، یه چیز ذهنیه که چون شما بابتش پول پرداخت میکنید فکر میکنید که در واقع سکیورتر هستش، در صورتی که تجربه شخصی من این رو به هم ثابت کرده که اصلا اینطور نیستش. حتی من بوده که توی جاهای مختلف سرور رو اندازی کردم و از خود دیفندر مایکروسافت استفاده کردم. قبول دارم اونجاها ریسکاش بالا نبوده، ولی تا الان هم در واقع موردی نبوده که تجربه بکنم. اما قبل از اینکه بریم رو سیستم و دیفندر مایکروسافت رو یه آنالیزی روش داشته باشیم، یه تحلیل داشته باشیم، اینکه چرا کاربرا به یه آنتی ویروس در واقع ترد پارتی، اصطلاحاً ترد پارتی به اپلیکیشن هایی گفته میشه که روی خود سیستم عامل به صورت بیلتین نیستن، یه کمپانی دیگه درستشون کرده و شما میاری در واقع روی سیستم عامل نصبش میکنی. ما به این طور در واقع نرم افزارها میگیم ترد پارتی. چطور افراد به یک اپلیکیشن ترد پارتی، به یک آنتی ویروس ترد پارتی اعتماد میکنن ولی به اپلیکیشن و نرم افزاری که به صورت بیلتین روی خود همون سیستم عامل هست و کاملا سازگار با اون سیستم عامل ساخته شده و استارت آپ سیستم عامل شما رو کند نمیکنه، چون میدونید که آنتی ویروس ها همشون استارتاپ ویندوز یا در واقع بهتر بگم سیستم عامل شما رو کند میکنن، چطور افراد به یه سیستم عامل ترد پارتی از یک شرکت روسی و یه سری شرکت های شرق اروپایی که اصلا بهشون میگیم بلوک شرق چرا اعتماد میکنن ولی به اپلیکیشن به صورت بیلتین یک کمپانی که حاصل مثلا 10 سال تجربه اون شرکت هستش اعتماد نمی کنن؟ به خاطر همین باید هم یکم منطقی تر باشیم توی انتخاب هامون. و اینکه یک توصیه‌ای که من به کاربرهای کامپیوتر و اینترنت به صورت کلی دارم اینه که همیشه خودشون رو آپدیت کنن. یعنی شما نمیتونید با در واقع سلیقه 10 سال پیش بیای و مثلا امروز از کامپیوتر استفاده بکنی. توی 10 سال با توجه به اینکه رشد و سرعت تکنولوژی مخصوصا تو زمینه کامپیوتر آیتی انقدر سریع هستش، شما چطور میتونید با سواد 10 سال پیش در واقع امروز بخواید تصمیم بگیرید؟ بنابراین اینو بدونید، همیشه سعی کنید توی این وادی مطالعه داشته باشید، خودتون رو آپدیت کنید. حتی اگر رشته تخصصی شما، حتی اگر علاقه شما کامپیوتر نیستش، ولی شما مجبورید این کار رو انجام بدید، به خاطر اینکه شما تا وقتی که زنده هستید با تکنولوژی مخصوصا کامپیوتر سر و کار دارید. این چیزی نیستش که شما بتونید ازش به سادگی بگذرید. ضمن اینکه باز تاکید میکنم شما نمیتونید با سواد 5 سال پیشت امروز بری یه دونه کامپیوتر بخرید. تکنولوژی ها خیلی متفاوت شده. شما نمیتونید با سواد 5 سال پیشت الان واسه کامپیوترت، واسه اینکه یه نرم افزار بخری، واسه اینکه از چه سیستم عاملی استفاده بکنی یه تصمیم درست بگیری. حتما باید آپدیت باشید، حتما باید
بدونید که چه تکنولوژی های جدیدی اومده. یکی از بهترین سورس هایی که میتونید واسه آموزش دیدن استفاده بکنید خود همین یوتیوب هستش، که هم محتوا سازهای ایرانی هم محتوا سازهای خارجی، کسی که تولید محتوا میکنن روی یوتیوب، میتونن اطلاعات خیلی خوبی بهتون بدن. خیلی خوبه که ازش استفاده بکنید و اینکه بدونید چطور میتونید در واقع از یه تکنولوژی استفاده بکنید، در حالی که حتما پولتون رو مدیریت بکنید. یعنی اگر شما از سیستم عامل مثلا ویندوز 10 دارید بهره میبرید که آپدیت هم هستش، خب دیگه واقعا نیازی نیستش که الان با این وضعیت بازار برید پول لایسنس یه دونه آنتی ویروس بدید که ازش استفاده بکنید. هدف من از ساخت این ویدیو بیشتر این بودش که بتونم یه جوری اطلاع رسانی بکنم که باور کنید دیگه مجبور نیستید آنتی ویروس بخرید، یا شاید یه جورایی دیگه دورش تمام شده. اما حرفو کوتاه بکنم بریم روی سیستم، بهتون نشون بدم که چجوری میتونید از دیفندر خود ویندوزتون استفاده بکنید و مجبور نباشید که هزینه آنتی ویروس بدید. خب رفقا، اینجا یه دونه فلش رو به بالا داریم توی دستبار ویندوز، یه سپر که همیشه نماد آنتی ویروس هستش. حالا اگر از اونجا نخواستید بازش کنید، میتونید توی نوتیفیکیشن ست از آل سیتینگ توی آپدیت ویندوز بازش کنید. یه دکمه اینجا وجود داره به اسم Open Windows and Security که اینجا میبینیدش، میزنمش این پنجرهش فول اسکرین بشه. اینجا یه سامری داره که وضعیت در واقع همه پروتکشن های ویندوز سکیوریتی رو بهتون نشون میده با تیک سبز رنگ. اینجا هم میبینید رو سفر یه دونه تیک سبز رنگ وجود داره که به سه عامل عمده بستگی داره. اول از همه این که آنتی ویروستون یا همون ویندوز سکیوریتیتون باید آپدیت باشه. نکته دومی که تروجان ویروس یا کرکی رو دیتکت نکرده باشه، که اگر دیتکت کرده باشه اون تیک سبز تبدیل میشه به مثلث زرد رنگ. و اینکه خودتون دیسیبلش نکرده باشید. بعضی پیش میاد که شما مجبور باشید ویندوز سکیوریتی یا هر آنتی ویروسی که روی سیستمتون هستش رو دیسیبل بکنید تا بتونید کارهایی رو انجام بدید. حالا تو ادامه اینو بهتون توضیح میدم. قسمت اول اینجا یه دونه در واقع پنل وجود داره دست چپ خودتون و دست راست تصویر، که اسمش در واقع ویروس and Threat Protection هستش. تو قسمت سیتینگش یه دونه حالا منیج داره که وقتی واردش بشید میبینید که چند تا 4 تا پارامتر اصلی وجود داره، که یک اصلی ترینش در واقع همون Real Time Protection هستش. زمانی که شما میخواهید مثلا یه نرم افزاری نصب بکنید، یا حالا به صورت غیر مجاز که توصیه نمیشه یه نرم افزاری رو کرک بکنید، مجبور میشید که به خاطر اینکه اون کرک دیتکت نشه و حالا قرنطینش نکنه، میاد در واقع اون کشویی رو شما آف میکنید که بتونید این کار رو انجام بدید. و حالا گزینه های دیگه که جاهای مختلف ازش استفاده میکنید و اینا رو دیزیبل میکنید. و گزینه بعدی حالا در واقع اکانت پروتکشن هستش، که خب یکی از وضعیت‌های ایمنی سیستم عامل اینه که شما با اکانت خودتون که لاگین میکنید، کسی در واقع این اکانت رو هک نکنه و حالا ازش استفاده نکنه، چه رو سیستم شما چه رو سیستم های دیگه. به خاطر همین یه دونه اکانت در واقع پروتکشن وجود داره، هم مایکروسافت اکانت شما رو پروتکت میکنه، هم حالا اون ویندوز هلوی که روی ویندوز وجود داره. قسمت بعدی حالا فایروال و نتورک پروتکشن هستش. میدونید روی ویندوز در واقع ما 3 تا حالت داریم، که اینجا دیدید که قسمت پابلیکش اکتیو بودش. قسمت بعدش حالا اپلیکیشن هستش، که شما حالا یه اپلیکیشنی که میخواید اپلیکیشن و بروزرتون رو پروتکت میکنه. تو اون قسمت حالا مثلا ایزولیتد بروز شما دیدید که در واقع داشت بروزر شما رو که ایج مایکروسافت هستش رو در واقع پروتکت میکرد. قسمت بعدش قسمت سخت افزاری هستش، و قسمت بعدش
فامیلی آپشن هستش که حالا مثلا یه سری پرنتال کنترل داره برای اینکه شما بتونید یه سری محدودیت ها بذارید واسه بچه هایی که چند سن و سالتر هستن و نیان از یه سری چیزایی که شما نمیخواید استفاده کنید استفاده کنن. خب دوستان، همونطوری که دیدید اصلا چیز پیچیده ای نداشت، خیلی هم در دسترس بودش. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم به هدفم روی ساخت این ویدیو رسیده باشم. ممنون که من رو حمایت بکنید، ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید تا من هم انرژی بگیرم و بتونم ویدیوهای بهتری بسازم. لطفاً زنگوله نوتیفیکیشن رو فراموش نکنید تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.